از هفدهم تموز تا سر روش خودش نوهی میشه بچه ها برن استر. اوکی اتفاقا میخواستم یه میدونیم سه شنبه دیگه تعنیت شیوسار به تموزه، هفده همه تموزه، هفده همه به تموز. ما تنها چیزی که اون وقت به صلاح ممچیده که میگن کارهای خطرناک نکنن، کسی چیزایی که توأم با خطره، مثلا فرض کن نمیدونم وایت وودر رافتینگ میرن میرن تو رودخونه‌های متلاطم چیز میکنن، کارهایی که چیزایی که خطر داره میگن همه خود کاشی بشن بیسیکلی. شما سوالتون دقیقاً چی بود؟ بچه‌ها که کمپ میرن یا مثلا کلاس شنا میرن آیا در این مدت، حالا نوروزه نه ولی تو استخرای نه اشکالی نداره، ولی مثلا دریا رفتن و نمیدونم چیزایی که خطر چیزه نکنن اصولا میدونین، تا برای سفارادی ها تا هفته تیشا به آو ما مثلا تا شنا اینا مسئله نیست، فقط هفته اشکنازی ها از روش خودش آو چیز میکنن، از اول ماه آو اونا به صلاح دیگه استهمام اینا نمی کنن. ما نه، ولی ما سفارادی ها تا هفته تیشا به آو اشکالی نداره. بعد رنگ کردن اون خانوما چطور؟ اشکالی نداره اینا، هیچ کنون شیواسا به تموز اینا مسئله نیست. هفده همه تموز تنها محدودیت هایی که هست از هفدهم به تموز اینه که ما دیگه آواز میره به صلاح، دیگه موزیک گوش نمی کنیم، رقص حتی کاشر سپرید دانسینگ رقص نمی کنن، ازدواج هم بین ما ایرانی ها نمی کنن از هفدهم تا نهم را آبادی ها میگن تا روش خودش ها میتونن ازدواج بکنن، ولی ما چیز نداریم تا بعد از شباب رسمه که ازدواج رو میکنن. بعد خرید کردن چطور؟ خریدم ببینه بستگی داره چی، چیزایی که شیخیانو داره نمیخرم، چیزایی که شیخ کسی درست بعد از تیشا به آب مهمونی داره میتونم، برای اگه عروسی درست بعد از تیشا به آب هست میتونن تدارکات عروسی میتونن بخرن ولی استفاده نکنن، مثلا لباس نو اینا رو بذارن بعد از نو. اوکی دارم مسافرت میشه، مسافرت تا هفته تیشا به آب اشکالی نداره، ولی چیزای خطرناک نکنن. مثلا تو گمارا میگه که اصولا میدونین اصولا تنبیه بدنی آسور، تنبیه بدنی فیزیکال، ولی به خصوص میگه مثلا معلم ها اونم که مثلا یه وقتی بچه ها رو الان هیچ وجه نباید به هیچ وجه رو همه مدرسه سویدی هم نقدر تو لس آنجلس چیز نیست که به هیچ وجه هیچ معلمی دست رو بچه بلند نمی کنه، ولی تو گمارا میگه که یه وقتی مثلا معلم بچه‌ها تنبیه می‌کردن تو این ایام نکنن، هرچند اونجا هم میگه که وقتی تنبیه می‌کردن با بند کفش بزنن، بند کفش منظور که یعنی خاص و خیلی فقط یه که بچه‌ها هیبت داشته باشن، ولی حتی اونم میگن که تو این ایام نکنن چون اگه همچنان شد هر چیزی که ممکنه مثلا خطر بیشتر از معمول داشته باشه را بشود رفرین، ولی همه چی خطر داره، رانندگی هم خطر داره، everything is obviously we continue to drive continue بچه ها رو پارک میبریم همه کارا رو میکنیم، اینا اینش خودش مسئله نیست، ولی عرض کردم مثلا white water rafting نمیدونم قایق سواری تو آبای متلاطم اینجور چیزا. بچه ها که تو کمپ ها چی روان؟ خب کمپ ها دیگه خودشو مراعات میکنن چی کجا چی کار کنن، کمپ ها در نود حلاخات right if it's a Jewish camp they know the halachot. آره ولی میدونیم میبرن فکر نکنم white water rafting های نه چرا برن قایق نه به این قایقرونی معمولی چیزی نیست، ولی white water چیزی خطرناکه رودخانه های اینا که باید right. ولی نه ده اینا کمپ های اینا را چیز میکنم مراعات میکنم باید مراعات میکنم. You could see what kind of activities if there is something that you اگه فکر میکنین که چیز هست اینا میتونیم با متصدی کم چیز بکنیم، چون این تو هلاخا اومده که از سه شنبه دیگه از شیواسا به تموز تا بعد از نوحی، هر چقدر به نوحی نزدیکتر میشیم این هلاخاش خورده سنگیتر میشه، ولی یعنی اول هفدهم هم که شد از سه شنبه دیگه، یعنی دیگه ما عروسی نمیگیریم، ساز و آواز میره، شیخیانو هم نمیگن، چیزی که شیخیانو داره نمیخرن، لباسای نوعی که شیخیانو داره بیسیکلی بله اگه کسی جدا لباس لازم داره و نداره میتونه برای شبات
قبل از روش خودشا اشکالی نداره. خب یک نکته راجع به پاراشای هفته و بعدش هم بریم سر تهیلیم. تو پاراشا میخونیم که نوشته لوهی بیت آون به یعقوب و لو را عمل به اسرائیل. یعنی چی لوهی بیت آون به یعقوب و را عمل به اسرائیل؟ میفهمید که اینجا عقدش برو خود داره به ما یاد میده که آدم تو زندگیش باید سعی کنه که میدونی مگس تب نباشه و چیزای مثبت مردم رو ببینه. لوهی بیت آون به یعقوب یعنی همونطور که عقدش برو خود نگاه نمی کنه. یعنی looks away, doesn't look for عوانات اسرائیل ها. همینطور هم میفهمید که آون این و آون نه آون با الف هم معنی چیز میده، معنی خطا هم میده. سو میفرماین که نوشته لوهی بیت آون به یعقوب و مربیل آم اینو مستقل به عوروت شباهیم و اینو مستقل الا به مצוות. یعنی عقدش برو خود doesn't look for right واسه عوانا اسرائیل. و میفهمین که این اصولا یه چیزی که آدم باید جدا سعی کنه که تو زندگی خودش باید اینا پیاده بکنه که ببینین که مگس تب نباشه. that you look for right. میفهمین که این اتفاقا یک تفیله خیلی قشنگی هست به اسم نوام الیملخ که میگه به قبل از تفیله میگه ما باید مثل خداوند باشیم، باید الگوی ما هشم باشه. همون که عقدش برخو لوهی بیت آون به یعقوب میگه تو تفیلا بگیم که شنیره کل خد معلت خبرینو ولو خسرونا، که همیشه ما چیزای مثبت مردم رو ببینیم، محاسنشون رو ببینیم و نه کمبودارا. و خیلی تو تهیلی من میگه هاور اینای مرعوت شاو، خداوند من چیز بکن من کمک بکن که من چیزای بیهود چیزای که کمبودای مردم رو نبینم. البته آدم نباید حالو باشه، رایی تو گماره میگه باید هر کسی بهش کابود بذارن مثل رابان گملیل و بهش هم سوء زن ببرن مثل دوز سر گردنه، کبدهو و خشتهو. باید کبد مردم رو داشته باشیم ولی at the same time not to put down our چی میگن؟ our guard, not to put down our guard. آدم باید به هر کسی احترام بذاره مثل رابان گملیل که ناسی بود، کبدهو، ولی at the same time حالو هم نباشه که ازش تک ادوانتج بکنه. ولی اصولاً آدم باید سعی کنه که تو مردم محاسنشون ببینه، مگس تب نباشه که دول بکنه رو کمبوداشون. این آدم راجب زن و شوهر هست، راجب بچه هاش هست، راجب تمام دال سوسایتی، right. که نوام الیملخ میگه که we should always قبل از تفیله نبگیم شنیره کل خد معلت خبرینو ولو خسرونم. و میفهمین که و میدونیم که وقتی بنوی دودیس رد ما خوابش بر خوام با ما دقیقاً همینطور رفتار میکنه. وقتی ما رد تو اشخاص نگاه میکنیم که تو دوال اند پوزتیو چیزه محسنتشون رو ببینیم، همینطور هم خوابش بر خداوند سایه ماست. هی اولسو رد دی سیم داز دی سیم ثینگ وذ اس. که واسه همین اینجا تو پاسو میگه لوهی بیت آون به یعقوب و لو را عمل به اسرائیل. توضیح میدن که این هم یعقوب اسرائیل. یعقوب معمولا وقتی اسرائیل ها میدونین خوب نیستیم، یعقوب از عقب میاد، عقب یعنی پاشنه پا، اسرائیل یعنی ساری تا، یعنی وقتی ما سر هستیم بالا هستیم. یعنی چه اسرائیل های بالا چه پایین ها، each one of them we should always in a دلن کفز خوب باشیم، سعی کنیم to give the people the benefit of doubt، رایی که به صورت تا جایی که ممکنه جدن to give them the benefit of doubt and to look at the پوزیتیو چیز مردم هست. فقط این جالبه که مثلا تورا طریقی که ما را تربیت میکنه درخا درخه نو هم به خل نتیبوته هر شلوم، همیشه تورا راهاش راهای شلومه، با پیس جلو رفتنه. فقط تو منصف واسه بچه بنده صحبت میکردم این داستان ربیع قیوا همه میشناسیم، که ربیع قیوا وقتی که میدونی ربیع قیوا گفتیم میدوت خیلی خوبی داشت، منتها امارت بود، توره هیچ بلد نبود. رخل
دختر کلباساوو و به شرطی باش حاضر شده ازدواج بکنه که بره تورا بکنه. و مثلا تعریف کردم ربی عقیبا قبول کرد. He was a very honest person. بعد از که ازدواج کردن رفت بیت میدراش. رفت اونجا خوب بشینه با بچه های کوچیک. چون اینچه بلد هم خجالت کشه. بعد خانمش خیلی راخل خانمش خیلی خخما داشت. گفت میخوای بری سر کار؟ خب برو سر کار. و این یه اولاغ گرفت. رو علاقه گلکاری کرد، نمیدونم رو خورجینش، نمیدونم خاک گذاشت و من خیلی مضحک بود، میدونی علاقه گلکاری شده. روز اول که علاقه رو برد تو بازار همه بهش مسخرهش کردن، ولی کم کم مردم عادت کردن، دیگه واسه شون این چیز عادی شد. گفت ببین دیدی مردم به هر چیزی عادت میکنم، تو هم you're self-conscious. It's not a problem که بری با بچه های کوچیک بشینی، کوچکتر از خود تورا بخونی، عادت میکنی، اونا هم عادت میکنن. واسه توراست، don't be embarrassed. بعد تو میدراش میفرماید که ربی عقیبا رفت کجا؟ رفت بغل یک چشمه، چوپان بود. و دید که اونجا چطور این چشمه چکه میکرد، چطور آب اومده چیکار کرده؟ آب اومده بود، سوراخ کرده بود توی صخره. ربی عقیبا گفت ببین، خانمم حق داره. اگر آب به این نرمی میتونه سنگ را سوراخ بکنه، تورا نمیتونه مغز من را قلب من را توش خودور بکنه، حتما میتونه. و رفتش را سوراخ. ولی جالبه که چیزی ربی عقیبا گفتید که چی که یعنی این سنگه را با چیزل و با نمیدونم با میخ و چکش سوراخ نکردن، با آب. آب میدونین چیه؟ آب خیلی نرمه. آب اینا it's soft dripping water. مردم اصلا خواب بکنه برای آرامش بخشه. سو اینجا ربی عقیبا داره میگه، اینجا الان میگن تورا اینجوری ما رو تربیت میکنه. تورا که به آب تشبیه شده و منتها چیه؟ تداومه. اینجا به دفعه رو صحبت میکردیم، اگه مثلا فرض کنیم این چشمه که داره چکه میکنه روی این صخره داره این مرتب قطره قطره، حالا اگه قطره رو جمع بکنیم تو یک سال جمعش کنیم ممکنه باشه بده 100 گالون مثلا. اگه 100 گالون آب یک جا رو سنگ بریزیم هیچ کار نمیکنه. کی آب میتونه سنگ رو سوراخ کنه؟ وقتی به صورت متداوم. It's dripping constantly. ولی the dripping it's something very میدونی calm. It's very میدونی peaceful. آب قطره آب. میگن تورا اینجوری آدم رو شیک میکنه. هر روز همه میتوها که ما انجام میدیم، دراخهایی که میگیم، تفیلهایی که میخونیم، اینا همش مثل این drops of water. مثلا این بچه ها با نمیشه، آدم نمیتونه با سرنیزه کسی میدونید تو رای تو را میتونه بیاره. It has to be exactly با مثل آب، مثل قطره های آب، ولی تداوم مهمه. رای دو مرتبه، آدم این مقدار آب را یک جا بریزه رو سنگه هیچ کارش نمی کنه. ولی وقتی که این اصلا تربیت بچه ها اینجوریه، وقتی مرتب اون مسیج ها را که بهشون میدیم، It's a message of love, ولی it's constant, it's dripping, constantly, constantly, constantly. Right. هر دفعه برخا گفتن، هر دفعه تاکید کردن رو گیمیدود خسادیم آن اینا چیزهایی که این قطره های به اصطلاح محبت آمیز آب، نه نمیدونم چیزل و نمیدونم دیلم و چکش. Right. اونه که چیکار میکنه، میتونه حتی اون سنگا میتونه چیکار کنه به عزت هاشم could make a dent in it و شیپش بکنه به اون طریقی که با میخواییم. ولی در هر صورت اینجا مسیج پاراشا اینه که چیکار کنیم که مگس تب نباشیم. That we should not beat oven به یعقوب. راید دادم باید دفعه خدمتتون عرض کردم باید خونشا خون بی پازیتیو بذاره. بی پازیتیو بی پلاس. باید چیز بکنه که میدونین to have that you know the positive. بعضی اصلا این درست عکسشه. همیشه نگاتیو نگم. همیشه چیز منفی میبینم. آدم باید بی پازیتیو. باید دیشب بود صحبتش کردیم. راید دیشب بود کلاس دیشب بود. میگن یه حالا نمیگیم حالا بگیم یه کره، میگن کره خیلی بدجنس و زرنگ هستن تو بیزنس. میگن یه ملکه انگلیس، نه چرا بگیم ایرانی ها رو بگیم. میگن یه ملکه انگلیس دفعه چیز لازم داشت که واسه اینو که خون برو خون یه خون مخصوص لازم داشت که ترانسفر هیچ جا پیدا نمیکنن، یه کره بدجنس چیز پیدا میکنن، این چیزش درست بوده، این مثلا بیخورده به چیز مچ میشده. این هم میگه شور من نمیدونم $2 میلیون میخوام. میگن اوکی فاین، اینو خونه رو بده، اینه
میگه نه 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 اول میگه تو تراست نمیکنی ملکه رو، اول باید پول رو بدم. میگه نه وقتی خون من بره تو بدنش دیگه نمیده به من، واسه این باید اول پول رو بده. حالا بگذاریم واسه کسای دیگه هم اینا میگن. هارو بنسیون میگه وقتی میگه مثلا هارو بنسیون میگه واسه شهرستانه مختلف وقتی لاشونا رو میگن خیلی بی باده ازم شد معذرت خواهی میکنم لاشونا رو هست، میگم فلان شهرستانی ها اینجوری هست، فلان شهرستانی ها اینجوری هست. حالا واسه کره ای هم میشه گفت برای اصفهانی ها گفت چرا پول دارن همشون، برای که به مادر بزرگیشون میگم مانی جون، that's good داره که احترام رایت کی بود، نه that's positive right. کی بود اوام، کی بود اوام equals all the mitzvot ها. بفرمایید بفرمایید، من graduation من یه خود چیز کردم دارم برای خانوم ها میفتیم حالا به نفع آقایون. خوش به حال آدم، خوش به حال آدم که هیچوقت هوا بهش نمیگو از شوهر خواهرم یاد بگیر میرم خونه مامانم و قبل از تو ده تا خواستگار دکتر مهندس داشتم. باز تاریخ تولد تولدم یادت رفت؟ چرا ما اصل من نبردی آبا؟ تاریخ تولد یک روز بود. آه that's right، تاریخ تولد آدم و خواهر یه روز بود. چرا خواهر چشم دیدن منو نداره؟ این شماره کیه؟ تا حالا کجا بودی؟ تو که این میخواد؟ دیگه به آخرشو نمیگم. تو که میخوای آدم بشی؟ اون دیگه آدم بود، یه عقد دشوار خوب گفته بود اون دیگه. همین خوش به حال آدم این کتاب بشه. رایت رایت اوکی وری نایس. خب بریم سر میزبان پیتت. میزبان پیتت میشه هشتاد و نو، مزمور هشتاد و نو هستیم، پاسخ گیمل. یکی از مشهورترین و اساسی ترین پاسخهای تمام کتاب مقدس تهیلیم که میخونیم که اولام کی آمرتی اولام خسد یبانه شمایم تخین امونتخا باهم کی آمرتی اولام خسد یبانه. میدونیم این چیزیه که زوار قدوش از جمله از اینجا استناد میکنه اصلا راجع به تمام هدف آفرینش، که چرا اصلا قدوش برخو دنیا رو کرییت کرد، انسان رو کرییت کرد. اولام خسدی بانه امرت، اینجا خداوند داره میگه اینجا که اولام یعنی حقادش برخو دنیا را دنیا را کرییت کرده برای خسد. خداوند چه کمبودی داشت؟ هیچ. خداوند هیچ کمبودی نداره و هیچ احتیاجی نداره. چرا قدشا برخو تمام این دنیا را، تمام کهکشان ها همین را آفرید، تا از همه چی گرفته تا روز آخر که جمعه آفرینش بالاخره آخر از همه انسان اشرف مخلوقات آفرید. سو جوابش اینه که اولام خسد میبانه، خسد حوالش برو خوب هدفش خسد، خسد کایمس نیکوکاری بود تو روز بگیم. زوال آقادوش میفرماید که مخوق حتوب لهتیم، یعنی یکی از کسی که ماهیتش خوبیه دوست داره که خوبی بکنه، نه که احتیاج داره، هیچ احتیاجی نداره، انجوی میکنه وقتی خوبی میکنه. رایت مخوق حتی لهتیم وسه نقدش برو خوب اینطور عزم کرد، اراده کرد که موجوداتی بیافرینه که به این موجودات صرفاً خوبی بکنه. اولام خسدی بانه، برای اینکه زوال نقدش میفرماید برای اینکه عقبش برو خون خوبی که اون لذتی که خداوند ما رو کرییت کرده برای پلژر، همچون که رمخال تو درخل تو مسیحت شاری میاره، عقبش برو خون ما رو کرییت کرده، ما رو آفریده که به ما لذت بده. چه لذتی؟ نه لذت هایی که مثل بستنیه که وقتی تو دهنت هست خوشمزه است و وقتی تو شکمت فرق نمی کنه روغن کچک خوردی یا نمیدونم هاگنداز خوردی. لذت‌های این دنیایی گذراست،
فقط اینا when it goes through our taste buds, right? هوا دشمن خود لذتای این دنیا را create کرده که به ما یک به اصطلاح چیزی بده، یک اشانتیون، یه نمونه‌ای بده که what is it like اون لذت علما با. تمام ببینید any kind of pleasure that you could imagine in this world تو گمارا میگه اینه همهش هر لذتی که تو این دنیا وجود داره اینه فقط هشمین واسه چی create کرده که به ما اصلا بده لذت یعنی چی. ولی اون لذت علما با هیچ قابل مقایسه با این لذائز گذرا نیست. لذائز دنیوی فقط تو کام آدمه، تو جایی که تیست باز چیزای چشایی هست. پس اون لذت اصلش اینجا نیست، علما باست. حالا چیزی که هست برای اینکه این لذتی که اون پلژر کشم ما میخواد بده کامل باشه، باید ما خودمون کسبش کرده باشیم. آدم مفخور خودش میدونین بالاخره از رو میره انجوی نمیکنه. آدم طبیعتش اینه. بهش میگه نحماده کسوف احتان شنیدین؟ نون خجالت. حقا دشمن خود میتونست به ما اصلا نه ما رو بیاره تو این دنیا، نه بمون یه تراره بده، نه بمون نفس اماره بده، نه اینقدر ما رو تو بوته های آزمایش بذاره مرتب. میتونست کار بکنه. میتونست مفتی مفتی نه شما ما رو بمون لذت بده. ولی اون لذت کامل نمیبود. آدم خودش هممون هر آدمی که میدونی آدم نرمال وقتی میدونی مثلا اینجا دعوتش میکنن دست خالی نمیره خودش بهتره چیز. این چیزی برده اونجا رای. آدم مثلا میره مثلا خونه یه نفر فرض کنی میره دست خالی نمیخواد بره خودش you feel better که میدونی این کاری کرده باشه. مفخوری میدونیم مفخوری چیز که آدم خودش لذت نمیبره. That's the only reason که آقا دشمن خوب به خاطر این چیکار کرده به ما اولا نفس اماره داده، به ما قدرت انتخاب داده. ما فقط ما خداوند هستیم که این چیز داریم که فاعل مختار هستیم. فاعل مختار بودن ما فقط تو مواردیه که یه رد شامعیم. چی داریه دست ما نیست. هکل بیده شما خودتون میرد شامعیم. این که ما خوب بودن بد بودن دست ماست. هشم تمام این سیستم کرییت کرده فقط و فقط که ما میدونیم مفخور نباشیم. که ما چی باشه که جدن we worked for it. ما تو زندگی قرار بگیریم تو اون بوتهای آزمایش مرتب باید انتخاب بکنیم خوب باشم یا نباشم لاشون رو بگم یا نگم عصبانی بشم یا نگم یا نشم نمیدونم زرنگی بکنم تیکر باشم گیور باشم کانستنتلی ما تو بوته آزمایش قرار داریم برای چی؟ واسه که خودمون با عرق جبین خودمون با زحمتهای خودمون اون پلژر رو کسب کرده باشیم اگر نما سرشم کاری نداشت هشتر میتونست همین رو ما مفتی بده. When we earn it ourselves, اون وقت we, our pleasure is greater. بنابراین this is این کانسپتش که علام خسد ایبانه. تمام آفرینش انسان خسد حوالش برو خود. و اینه ببینین، اینه همیشه خدمتتون عرض کردم موری و ربی رو ششیبا بگفتم. گفتم ببین هر وقت و هر جانکچری که تو زندگی خودمونم قرار دیدیم هیچ وقت فراموش نکنیم. علام خداوند هدفش از آفرینش انسان خسد بوده to give us from that goodness. بنابراین واسه ما هر اتفاقی میگیم گمزول توبا by definition چون علام خسدی بانه چون هدف از همین که داریم اینجا میخونیم علام خسدی بانه است که عقادش بر خوب نهاد دنیا رو خسده که عقادش بر خوب خداوند دنیا رو کرییت کرد و انسان آفریده برای اینکه بهش خسد بکنه برای این هر اتفاقی که میفته by definition it's good for us حتی اتفاقات ناملایم هم ما میگیم گمزال توبا یعنی چی؟ که علام خسدی بانه چون هدف this is the blueprint of creation برای این whatever happens it's for good چون هدف آفرینش goodnessه که ما خوب بکنست و البته we need to emulate عقادش بارو خوب اگر عقادش بارو خوب هدفش از آفرینش خسد بوده انسانم right, دقیقاً right, باید بیشتر از هر چیزی باید زندگیشو بذاره رو این که چیکار بکنه که ببین خودشا یک آدم بل خسد بکنه خودشو یک آدم به صلاح دهنده بکنه و نه صرفاً زرنگ مثل آهن ربا که میخواد همه براد به طرف خودش بکشه right. این علام خسدی بانه البته روش گفتن بسیار رای این
تو ببین تو یهودیت everything starts and ends with chesed. هقدوش برخو وقتی میخواست قوم یهودا انتخاب بکنه از پایه اول قوم ما کیه؟ ابرام آوینو علیه السلام. ابرام آوینو میداشت خصتش چی بود؟ خصت. اتفاقا I saw something that I had never seen before. زوهر هقدوش یه خب خداوند ابرام انتخاب کرد به خاطر چی؟ اولین پایه یهودیت چون ابراهام و سارا دوتایشون عموده خصت بودن. اینا they were out there to give به همه. ابرام میاد اون روز سوم میلاش میرین عربا رو میاره ازشون پذیرایی بکنه. ابرام میاد واسه سدوم و عمورا تو فیلا بخونه. اون هفته خوندیم چجوری ابرام آوین اومد از کی پرسید؟ از پسر شم بن نوح پرسید به چه زخوتی شما از مبول از طوفان نجات پیدا کردین؟ گفتن چی؟ گفتن به زخوت این که داشتی مرتب گیملوت خسادی میکردیم کجا؟ تو تیوا همش داشتیم هشم ها داشت ترین میکرد. چون چرا ببینین چه خطای اتفاقا روی زواگ اینجا شبات ما we had a very honorable guest روی زواگ صحبت کردن گفتم ببین چه خطای بزرگتر بود خطای مبول که هشم طوفان آورد یا خطای میگدل بابل اینو وقتی برج بابل رو درست کردن میخواستن هشم ها بکشن میگدل بابل اینا چیزشون این بود یه برج میسازیم بریم به خدا میجنگیم ایشون آوردن از یکی از مفاشیم که اینا راکت درست کرده بودن موشک درست کرده بودن همه حالا کدام خطا مبول چی بود؟ مبول چه در توفان واسه چی هشمان از همگی میدوزیدن؟ کدومش بدتره؟ دوزی کردن یا کف که بخواب هشم بخواب بجنگن ولی جریمه شون اگه نگاه بکنیم اونا رو اقابل شکر وایپات کرد مبول وایپات کرد دوره مبول ولی اینا رو نه اینا رو فقط پراکندنشون کرد چون چرا؟ چون اونجا گفتن که دور اونا چون خسد نداشتن اینا از همدیگه میدوزیدن هشم میگه آه اونا با من مسئله دارن کف میگن میخوام هم بجنگن تا که آل دیل بدید ولی وقتی خسد اینا از همدیگه سر همدیگه رو کلا میذارن میدوزن حقاقش رو خوب وایپ آتشون کرد حالا چون اون دوره رقابش رو خوب وایپ آت کرد اون دوره جدید نوح و بچه هاش که رفتن یک سال خورده توی تیوا بودن خوب بود ترینشون مکنه مثل دنیای جدید چجوری باید ترینشون کنه مثل دنیای خسد که اینا چکار میکردن نان استاپ داشتن به حیوانات غذا میدادن اینا رو تکر میکردن اینجوری ترینشون کرد برای دنیای جدید که دو مرتبه تکرار نشه مثل دورای طوفان نوح ابرام آوینو گفت ببین کلبا خمر اگه وقتی آدم میاد با حیوانات چیز میکنه به اصطلاح گیور هست و هشم همچین ریوردی میده اگه من میام میرم با انسان های کار میکنم که ابرام و سارا خسد همش خسد تو گیو حالا تو زوهر هقدوش میگه که چرا خداوند این چیز به اصطلاح چیز سر ابرام و سارا آورد نیسایون عقدا یادم همیشه چیزه اینا میگن تورا مثل یک اخگره هر وقت فوتش میکنی یک نور جدید میبینی توش اینجا ما I've never seen this there's a beautiful زوهر هقدوش که میگه چرا هقدوش برو خب میدونی نیسایون عقدا رو آورد عقدتی تصاق سر ابراهام و سارا که میدونین که حتی سارا میانی که اصلا جونش اولام رفت سر همین جریان وقتی بهش گفتن که یتصاق عقدا شده زوهر هقدوش میفرماید که علش ابراهام و سارا نخشلو کتت به خسد اینا خسدشون 100% نبود وقتی که اینا it's amazing وقتی که اینا وقتی یتخاق متولد شده بود اومد چکار کرد ابراهام آوینو یک چیز کرد یک مجلس خیلی مفصل گرفت میگن به صورت یتخاق ابراهام اینا ساتانی مخشمانی ساتان کرییت شده که به ما گله پا بده ساتان وقتی که چیز متولد شد یسوع متولد شد هی دنبال این بود که میدونی گیر بده به ابراهام و سارا اومد چیکار کرد خودشو مثل یک آنی مثل یک فقیر کرد رفت تو این مجلسه متوجه هستی مجلسی گرفته بودن همه بزرگان رو دعوت کرده بودن حالا بعضی میگن روز میلاش بود بهی گامل هی گیمل میشه چی میشه هشت هی گیمل تورا میگه که ابراهام و سارا یه سور خیلی زیاد بزرگ دادن به یوم به هیگامل هیگامل دو تا معنی داره یکی میشه از شیر گرفتن
ولی یه میدراش میگه که هیگامل هیگیمل هیگیمل چیه؟ هشت روز هشت روز میلاش بود سودای میلا بود ایدر وی یا وقتی از شیر گرفتن یا به هیگامل هیگیمل پنج سه هشت روز میلاش در صورت اینا یک ضیافت خیلی بزرگی دادن بعد اینم اومده بود ساتان هم خودشو هیت خزاک آنی و اینا میدونین اینا انقدر مشغول بودن با انقدر مهمون و فلان اینا میدونم گارسون اینا وقتا داشتن و کیدرینگ اینا روزا بود نبود I don't know apparently not اینا انقدر با بزرگون و با همه اینا که اومده بودن ابراهامووین بزرگی پاپیلار همه سران و زعمای وقتی اولام رفت همه تاجاشون گذاشتن اونجا رو تابوت ابراهام انقدر چیز داشت آب همون گوییم همه اینا all the VIPs were there somehow apparently ابراهام و سارا به این فقیره کوت ان کوت به این ساتان اونطور که باید شاید توجه نکردن و قیطره گله هم رفت بالا زود به درگاهش گفت ببین اینا رفتن وی آی پی ها رو دریافتن من رفتم خودمانی بینم مثل فقیره کردن به من محل نکردن و نگذر علا ابراهام نیسیان عقیده میگن این چیز عقیده به خاطر این اومد یکی اینه که میگن که انقدر خرج کردن تو عروسی تو این ضیافته این هم همینه دیگه ولی به فقرا نرسیدن نواسه میگن آدم جدن بهتون عرض کردم هر وقت سیمخا داریم right it's good که آدم میدونیم فقرا رو ما دریابه هر وقت میدونیم بر میتسوا بد میتسوا برید میلا whatever it is عروسی آدم یک درصدی از مخارج را بذاره برای صدقا مثل چرید اینجوری دهن ستا نمیبنده بذاره دعوت کنه اگه میخواد دعوت کنه که اونم خوبه ولی نه همتایشو بکنه هم میگه تا میز بذاره مثل اشکنازی آمریکایی هم میکنن خیلیاشو یا یک درصد حساب کنه چقدر خرج کرده یک درصدیشو بذاره برای صدقه بعد که اینجوری میبینید اینجا میره ساتان میره ریخت پترول میکنه ببینی ببین دیدی انقدر خرج رو کیابیا کرد من چون چیز به من اینا نرسیدن رایت یعنی در صورت اینجا یک چی بود حتی پترول ساتان هم رو خسد که نه یه ذره به صلاح خسدشون چی بود؟ کامل نبود So that brought the aftermath brought که این چیز شد که به صلاح اون جریان عقدت اسحاق پیش اومد که متاسفانه ساره منو اون وقت بود که بینید وقتی بهش خبر دادن اصلا دیگه جان به جان آفرین تسلیم کرد واسه ابراهام اوینو نیسایون بود ولی برای ساره نه So علم خسدی با نمیفرماین که خسد می‌فهمن تمام اساس آفرینش و اساس تورات و نقدوشا روی خسد می‌دونیم تورا رایت آغاز میشه با گمیلوت خسدیم و خاتمش با گمیلوت خسدیمه رایت تو میدراش می‌فرماید که تو میدراش می‌فرماید زندگی ما هم ببینیم ما هممون we are constantly doing for others مثلا فرض کنیم مثلا تو چین یه نفر کارخونه داره نمیدونم داره مثلا فرض کنید پیرن میدوزه تو چین انقدر چینی نشستن مثل من و شما دارن پیرن میدوزن دارن مثل ما کار میکنن حالا دلار میگیرن بمونه ولی right ولی what are they doing for each other اصلا زندگی متمدن زندگی وقتی زندگی که ما وقتی یک گروه با هم دیگه زندگی کنه that's way it works اگر اینجوری نبود هر کدومون خوب بود خیاطی بکنیم هر کدوم خوب میدونم نون بپزیم غذا همه کار بکنیم ولی آدم میره بیکری گلد کاشور همه چیز دوستش فراهمه So other people are doing for us We are doing for others علام خسد ایبانه بنزوما میفرماید که باروخ شبارا کل ایلون شمشن ولی وقتی بنزوما یک گروه بزرگا میده میگه خداوند همه اینا رو کرییت کرده که منو سرو بکنن همه چینیا و ژاپونیا و کره ها و whatever wherever whatever we have it made in right اینا دارن واسه ما کار میکنن سو اینا همش these are old اینا همش پایه و اساسش روی چیه روی خسده و خودش هم میگه آدماریشون چیکو اینا نداشت کما یگی اوت یا گه آدماریشون از شما تصا بگید گوش آدماریشون میخواست لباس بپوشه نمیرفت میمونم تو بوتیک نمیدونم رادیو درایو لباسای سانو قشنگ چیز بخره right خودش خود everything to do everything from scratch he needed to do everything from a to z so kama yegiot yega adam arishon at shema tzeveg dil bosh pas man ba'in chiye adam ba'adem ma bi'ar constantly we are enveloped ma murattab khaseb
ما را احاطه کرده. رایت. و باید بدونیم که ولفی خاک که شو اسه من شو خسد سرخ لدهت شو گمل علا خسادیم شاولام و سیمون. مثل میگن گمیلوت خسادیم. گمیلوت خسادیم تو لگمول میشه تو پی بک. ما هممون یعنی نوع بشر داره گمیلوت خسادیم میکنه. یکی داره مثلا فرض کنیم لباس اسما درست میکنه و بهش دلار میدیم. We are doing for him, he's doing for, they are doing for us. We're saying that's why it's called gemilut, gemilut chasadim. کل مشروع به تو یتسر و گان میگه که اصلا که نمی تو تفیلا میگیم تو یتسر کبود لشمو. یعنی چی تو یتسر کبود لشمو؟ میگه بین حقودش برو خوب. داره به ما میگه حقودش برو خوب کبود احتیاج نداره. ولی حقودش برو خوب به ما یه امکان میده که ما چکار بکنیم؟ که ما با برخا گفتن با چیز کردن یه جوری مثل که we are paying him back also. متوجه هستین؟ هشم هیچ احتیاجی نداره. این خیلی چیز عمیقه. توو یاتسر کاود لشمو. کلومر شهو به توو یاتسر هاولام لخودو. افشنو چرخ لکود شلانو. هاودوش برخو اصلا ما هم طوری کرده که میدونم که ما هم نحماد کسفور نداشته باشه. که نون خجارت نباشه. که ما هم چیکار میکنیم با ایستادگی در امتحانات زندگی که ما هم با داشتن یتراره نفس اماره باش جنگیدن اتسترا چیکار میکنیم؟ we are repaying, we are paying back. واسه اینم گمیلوت خاصه این سرک تو وای استریت. و اینه که راید همونش که عرض شد اگه تورا رو نگاه بکنیم از ابتدا تا انتهاش اولین چیزی که تو تورا میاره بعد از آفرینش که عقدش برو خوب اومد عرص و دوماد به هم دیگه رسوند اومد طبق یک گفتاری موهای خوا رو بافت رعیت و به اصطلاح بردش تو اجله گمیلوت خسادیم. و آخرین چیز هم که تو را نوشته کشم چکار کرد که عقودش برخ اومد و مشه ربنو دفنش کرد رعیت نوشته و اکبر تو این همش obviously it's all miracles. تو را چرا اینا گفته؟ میخواد بگی این کتاب من تمام مبنا و اساسش it's گمیلوت خسادیم to be a giver. نگاه کن خداوند که خداست اینجوری تورا رو آغاز میکنه و خاتمه میده. اینجا از رب آرون کاتلر میره میفهمین که ما میبینیم که خامیم فرمودن یوتر و میفهمیم وقتی که آدم جو گفتیم وقتی آدم میدونی وقتی آدم گیور هست وقتی آدم میدونین دهنده است خودش خیلی خوشحال‌تره. بعد همیشه خیلی وقت زیر خوبا تو مسئله کیا میزنم هراف راید واسرمن زد سر که میگفت دو تا دریاچه توی اسرائیل هست، دریاچه کینرت که همه اسرائیل آبیاری میکنه خودش خیلی سرسبزه برخلاف یام ملخ که فقط میگیره و نمیده خودش مرده است بر نسبت. و اینجا میگن که اگه نگاه بکنیم میفرماید که یوتر میشه بلابیت اوسه ایم هانی هانی اوسه این بلابیت. روکاتر میگه که اینا رو چی میگن؟ رو میگیلت روت میگن. روت میگه اون وقتی که روت میگه رفته بود گدایی رفته بود که بره تو مزرعه ها میشده که به فقر میدن ها گدایی کنه واسه خودش و مادر شوهرش که غذا داشتن که بخورن. وقتی برمیگرده میگه اون کسی که من امروز بهش فیور کردم که رفتم ازش صدقه گرفتم اسمش بوعز بود. رایت تو گمارا میگه چی یاد میگیریم؟ یوتر میشه بلابیت اوسه ایمه آنی هانی اوسه ایمه بلابیت. بیشتر از اونی که اون کسی که صدقه میده فیور میکنه به آنیه، آنیه بیشتر داره به کسی که صدقه میده کمک میکنه. چرا؟ چون کسی که صدقه میده خودش لذت میبره. کسی که دهنده خودش انجوی میکنه. آدم دهنده چیه؟ خودش خوشحالتره، خوشبختره. مثل یمکینه رته، خودش سرسبزتره. و همینطور میگن که رایت سو و این اکوانه رک لسخاش کبر الگم به مسیوت هنها دهنها آتوش بلابیت گدولا میشه لعنی. وقتی کسی صدقه میده اون کسی که صدقه میده بیشتر لذت میبره تا گیرنده. This is a myth. This is, ببینید آدم نشاما داره. ببینید ما نشاما مثل حقودش برخو از so to speak از آفرینش انسان so to speak لذت برده. حقودش برخو واسه چی دنیا رو کرییت کرده؟ چون هی حقودش برخو ایده نمیشه راجع به هشمی حرفا رو زد. ولی کیویخول حقودش برخو enjoys from giving. اینجا هم همینطور ما هم همینطوری هستیم.
آدم درست، آدم با وجدان میدونین خوشحالتره وقتی که دهندست و گیرنده. right. فقیره پول گرفته، چک گرفته، ولی اون کسی که چک رو نوشته اون right. دهنه آشه بلا باید که دولا میشه به آنی. right. بنابراین وزه و عبدال آتوم بین هنوتن و همشبیه علی بین همه قبل right. چه همه قبل ایش که تامید هر گشت نماده کسو، چون این کسی که میگیره مثلا طرف گدایه اومد، مثلا اومد چیز کرد، یه چیکی قشنگ بهش دادیم، این یه خود خجالت داره، هر کاری بکنه میگه نباده کسوفا داره. دست دراز کردن چیز آسونی نیست، ولی کسی که میده اینا نداره. کسی که میده it's pure pleasure. کسی که میده دهنده it's pure pleasure. The receiver یه خورده نباده کسوفا داره. کسی که خیلی وقت مثلا اینجا مثلا شلوخا هستن، بعض وقتا مثلا بهشون چک میدی میگه انشالله you should never be in the receiver's end. You should always be on the giver's end. چون جدن این هر کاری هم که بکنی کسی که دست رو دراز میکنه متوجه هست اینجا خود خجالت داره. right. ولی دهنده it's just pure pleasure. و وقتی آدم جدن خودش رو train بکنه to be like that and to look at it like that. right. اینا مثلا بعض وقتی هم مثلا مدرسه من بعدی من بعضی هستن جدن ده میکی بیشون میگه thank you very much for giving the mitzvah. هستن کسی که جدن they make you feel like you know take away این نهماده کسوفا رو از بین میبرن. آدم میدین میگن صدقه جمع کردن یکی از مزداش اینه که آدم خجالت میکشه. نبا یه خانمی رفته به من یک کادوی بزرگ خریده آورده، میگم برای چی؟ میگه تو من خیلی مصفا میده برای تشکر برای That's beautiful. یه خانمی یک کادوی بزرگ برای من خریده آورده تو ماشین، میگم برای چی؟ چه خبره چی؟ Wow, this is it, Najadan, this is beautiful. Right? Because this is the emet. ببینین هر کس مثلا هر کس بخواد بیاد صدقه جمع کردن میگه، ولی میگن صدقه جمع کردنش هم میگن صدقه جمع کردن چرا انقدر میگن کسی که صدقه جمع میکنه از کسی صدقه میده سخارش بیشتر، چون دو تا میتسوا میکنه. right. و یکی از چیزهایی که میگن مثل صدقه جمع کردن دقیقا خجالت کشیدن است. خجالت کشید، خجالت داره. من همیشه تعریف میکنم، من بچه بودم یه روز تا 8 سال 9 سال بود فکرم کت بارونی لازم داشتم، پدر منو برد تو بازار تهران، رفتیم خریدیم و بعد پدرم گفتن که ببین من اینجا باید برم حجره یه نفر. گفتم برای چی بابا؟ گفتم باید برم میخوام واسه اوتسراتورا واسه چیز پول جمع کنم. من هیچ وقت اینا خجالت کشیدم، من رفتم اونجا، من پدرم داشت از این چیز میگفت واسه ازش پول بگیره، خیلی بود من باور کنین انقدر خیلی که چی پدر من داره بلند است و گدی داره خیلی گفتم I would never do this in my life. هشم had other plans. ولی it's دقیقا همینه. به این کسی که هر چی فکرشو بکنین کسی که میگی دستشو دراز میکنه خجالت داره، ولی دهنده راو کادلر میگه وقتی کسی میده فقط it's just pure pleasure. There is a pleasure in giving and it comes from a good place. این پلژری که آدم داره، مثلا ببین مثلا فرض کنید مثلا خانم ها مثلا تو خونه مثلا شام میپزی غذا شوهرتون بچا میان غذا رو میخورن، you have a pleasure. I give them to especially if they appreciate it. Even if they don't, in providing there is a pleasure. چون ما مثلا هشم هستیم، this show این نشامای ماست. چون برنامه سر من اومده. بله همین برنامه سر من اومده. برنامه خوب همین برای که صدقا جمع کنی سر من اومده. بهتون تشکر کردن یا فوش دادن؟ نه خدا فیمان پدر من، ما بچه بودیم، رئیس انجمن بود، ما گفت که برو تو بازار از مغازه اسرائیل پول جمع کن. گفتم آجا من گاره برو. واو. در هر مغازه‌ای که من رفتم باور نمیشه که من فکر کردی دفعه آب شدم. بله دقیقا همینطوری. خیلی ساخر، خیلی میتسوا کردی. چون من کاری چون بود شده یا که با دنبال مثل میزنم مثل کسی که گاوه سرخ و میسوزونه خودش تامه میشه ولی همه رو مزکی به میتسوا میکنه. آدمی که میره پول جمع بکنه برای صدقا مثل همون شخصه که خودش انقدر خجالت میکشه از خودش مایل That's right. ولی همه رو مزکی میکنه. right. ولی خودش هم خیلی میگیره. گفتیم کسی که صدقه تو گمارا میگه گدول همه اسه یوتر من ها اوسه. گدول همه اسه، یعنی کسی که میاد
باعث کسی دیگه انجام بدن یوتر می نوسه. چون کسی که میدونیم صدقه داده یه میتوا کرده، کسی که رفته صدقه جمع کرده هم صدقه جمع کرده هم خودش میتوا کرده، همین هم میتوا کار کرده. سو بنابراین فرمایید که رافشخ بذاریم با این رافشخ رو همین علام خسر دیوانه. ببینید هر چقدر راجع به این صحبت کنیم کم گفت. ببینید چرا میگن که چرا یهودیت از مادر از پدر نیست؟ چون علام خسر دیوانه و زن خیلی بیشتر خسر میکنه تا مرد. زن همش داره خسر میکنه. زن میدونین، زن کسی که میدونین بچه میاره به دنیا داره بزرگترین خسر داره میکنه. بچه بزرگ کردن to be proper parenting is the biggest خسر. علام خسر دیوانه است. واسه گمارا میگه، گمارا میگه که یه داستان اباخیلقیا هست، یه دفعه قحطی شد و بارون نمیومد، رفتن پیش یه صدیق بود اباخیلقیا که بیاد واسه شون تفیلا بخونه. رفتن تو خونهش، حالا بقیه جزئیاتش میبینیم. وقتی این زن و شوهر رفتن بالا شوکن تفیلا خوندن، ابرهای بارونی از سمت زنه اومد، از سمت مرده نیومد. وقتی اومدن پایین گفتن چه عجب اثر خانمت اومد؟ گفت معلومه. گفت خانم من، گفت من مثلا یه میدونم یه سکه میدم به فقیر. خانم فقیر که بهش غذا میده، غذای راحت تر میخوره، خانم بیشتر خسد میکنه تا من. یکی از عللی که میدونین که یهودیت میدونین از مادر از پدر نیست، چون زن بیشتر خسد میکنه. همیشه اسرائیل وقتی چیز بودن بیزخود نشیم صدقانیت، هر وقت اسرائیل در دیبارین چابل بیزخود نشیم صدقانیت. چرا؟ چون زن ماهیتش خسد. Right. سو و علام خسد دیوانه. This is the purpose. تفیلای مادر قبول تره نگوییم. ها؟ تفیلای مادر. تفیلای مادر قبول تره. Right. واسه همین هم وقتی مثلا واسه مریض و این هم تفیلا میخوره میشه واسه مادر رو بگیم. چون زخوت مادر بیشتر از زخوت پدره. Right. ها خسد و کاخ کدول. رب شخ زخر صدیم قدوش میفرمایند. میگه ببین حقا دشبار خول های تاریخ تا علام. خود من دنیا رو لازم نداشت. من از بعض میگم خدا بیکار بودی، جدی میگم. دیدنم نگاه میکنه من میبینیم نه من میبینیم به زبون عبری، به زبون عبری، سلنگ عبری به آدمایی که میدونی خود توناپ لازم دارن میگن کخاب. این کخاب، کخاب اینا میگم میخوانم میگم اقا دوش برو خوب مصدرت کخابی مراقی هم کرسانا اقا دوش خود چم همه ما دیوونه، همه ما بزرش میدونی همه ما نرمال، همه مسئله داریم. اقا دوش برو خوب puts up with all of us. چقدر بدونیم ما اذیتش، ولی عقل دشمن خوب ببینید بیکار بود هاشم، چرا هاشم دنیا رو آفرید؟ جدی اینا why would why we cannot، یعنی من از نظر فکر خودمون why did he do that، why did he do. رافشخ میگه، میگه عقل دشمن خوب لا یه تاریخ تا علام، چرا هاشم دنیا رو کرییت کرد؟ فقط به خاطر یه خسد. الان چرا مادر پدر بچه میارن؟ ببینیم بچه آوردن چرا بچه میارن؟ جدا آدم عاقل، ببین اگه اعتقاد مذهبی نبود آدم دیوونه است که بچه میاره، باور کنید. من که بود دیروز بود دختر بچه‌هاش یه 2 ساعت گذاشت میشه من باور کردم چم دیوونه میشد. I don't know what to do with myself. Right. جدی من تعجب نمیکنم مثلا آمریکایی مثلا بچه میخواد چیکار؟ یه سگ میگیرن و رو بخونن. میگفت یه دفعه نه براخه عروسی داشته میده یه کپلی میان با سگ میان زیر خوبا بچه نداشتن بچه شونه و اینا بعدش هم تمام شده رفت. فقط اینقدر درد سر نداره اگه هم چیز میخوای، اگه نمیدونم کمپانیون میخوای. مردم دیوونه واسه چی بچه میارن؟ میدونم ما میتوای توراست، ما مثل آدم مردم بچه میارن چون مثل عقادوش برخو هستن میخوان خسد بکنن. آدر دندت به این، اگه به خاطر این نبود این اصلا حماقته. واسه چی بچه میخواد که چی؟ همش در به خود آدمای میدونه، آدمای خیلی میدونه، آدمایی که امونا ندارن، تورا ندارن، چون بچه میخوام چیکار؟ اصلا دز مکن سنس. یه بچه میاری انقدر میدونم زحمت، حالا خانمه که دیگه چه عرض کنم، زایمان و آبستنی و سرگیدولبانی بیدارخوابی و برو امرجنسی روم و این و بعدش هم نمیدیم فردا میندازد و تون برای اصلا میدیم تا تمام شده رفت. بچه های ما نمی کنن. ولی ببینین چرا ببینین چرا تو امریکایی ها، ببینین امریکایی ها اولیج بودن یکی و نیم بچه دارن یه سگ، right؟ چرا بچه نمیارن؟ چون جدا این دازم اکنی سنس از ذره منطقی، اگه بخواییم فقط فکر منطق شده آیوان انجوی لایف، باید چرا
آدم چقدر اینوست میکنه تو بچه‌هاش؟ پول، زندگی، وقت، همه چی. You give and give and give. واسه چی؟ که الان فردا روز اینا اوکی سر خوبشون هم تازه واسه اونا خوشحال میشی. بابا تو اینا what is there for you؟ اگه آدم اگه تورا نبود، اگه چیز نبود، ولی هاشم چرا هاشم عشق رو میزنه؟ نه it's good. بچه به قول خود علی بابات میگه که میگه چرا خودش برو بچه شیر، بچه شیر خاله انقدر کیوت میکنه. اگه نه همین میذارشون دور. اگه بچه میدونی یه لبخندت نزنه، یه سویدی حالا شکر حرف زده شیرین نباشه، what do I need it؟ بندازش پیرون دبرو داره. میگه اقا دوش برخون واسه این بچه ها رو شیرین میکنه که پدر مادر نگرشون دارن. ولی you see if you go back it's all chesed. چیز میگه که رابشق میگه ببین حقا دوش برخون لا حیات تاریخ تا عالم. همونطور ما هم جدن بچه لازم نداشتیم. چرا هاشم دنیا کرییت کرده؟ یتسیراتو نوت اخ فلک مشون میشه خسد هاشم اون مقوله ما داره حقا دوش برخو بل خسده همه این درد بل هاشم میخواد به ما علماء با بده هیز میخوک هتوب لهتیو دات وای دازید ها خسد و کوخ گدول اچه کل باید بینید ما هم همینه ما هم مثل هاشم هستیم ما بچه میاریم چون بل خسد هستیم ما بچه میاریم چون میخواییم سخنش رو بگیریم سخن شور آدم یه بچه میاره تو این دنیا درست تربیتش کنه چون چه علما بایی میگیره؟ ما متوجه از این یعنی we are basically selfish ما اینه واسه خود ولی it's unbelievable خسه if the fact that we get paid for it doesn't take away from خسه the fact that China چیز میکنن نمیدونم دلار میگیرن و واسه ما لباس it doesn't take away they are doing for us it's خسه سو میفرمایند که اینجا رافشخ میفرماید متسیو تمام بدون حق و دوش برخو بیکار چرا هشم دنیا رو کرییت کرده فقط و فقط برای خسد واسه که به ما موقعیت بده که چی؟ که از اون لذت ابدی علام حبا که تمام لذایز این دنیا در مقابلش هیچه بتونیم تا ابد لذت ببریم واسه این میگه کل متسیوتن رو با علام مشولاله میشه اخنسو هم بلکه بدگه نظر دیگه بدون بودن ما تو این دنیا مثل چی میمونه؟ مثلا فرض کنید پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر جواهرات سلطنتی کجا بود؟ تو خیابون فردوسی نه؟ رفته بودین؟ نه بابا من یادم خیابون فردوسی یه جایی بود یه چیزایی از جواهرات سلطنتی اونجا من یه دفعه رفتم اونجا دیدم گفتم یه خود شیشه چی این اقدر میگن ارزش داره شیشه هست what is it ولی ببینی آدم پیش خودش رافشخ میگه خودتو مجسم بکن که خدا یه پادشاهی گذاشتتت توی همه جایی که تمام جواهرات سلطنتی اونجا همش ریخته و چی و امر لو یش لخ از من کتو ببین من بهت 120 سال وقت میدم هی جواهر جمع کن right شبو این خای خل اسوف لکخت و شدخت کل مشه تخپوت تا جایی که میتونی پول پارو کن بدون این میتسوه ها میتسوه ریخته این تو این دنیا تو موزه جواهرات سلطنتی هستی من راویم نوبرگر آخرین جمله که من گفت داوید هوا دوش برو خوب گفت خداوند با آدم تو اینجا موقعیت میتسوه میده grab and run آدم باید بگیر و فرار کنه grab it grab this is it چیزی رافشخ میگه است بارور لانوش و تو آدم با تو پرگزمن و هم اوشار به یوتر آدم باید میدونی خوش من خداوند گذاشته تو موزه جواهرات سلطنتی میگه پارو کن هر چقدر پارو کردی مال خودت میتسوا بی اینوالد گمیلوت خسادیم بی گود وایف این باش مادر خوب میتسوا 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 شبات کشود آن right? میگه چیکار بکنه میگه آدم چیکار بکنه باید لکخت می اطرات اینو بارور لنو شد تو آدم با تو پر اگزمن هو هم اوشار به یوتر آدم باید همیشه خوشحال باشه آدم باید ببین چه موقعیتی بالاتر از این I'm grabbing and grabbing and grabbing right? و وقتی داره خسد میکنه هم گیر گفتیم اگه آدم جدن ماهیتش خسدش خودش خیلی خوشحالتر دهنده خوشحالتر تا اون کسی که is on the به سلر receiver's end ما میفرمایند باید بدونیم هره ما حقا دوش برخو ما را کرییت کرده به سلمن و بیدبوتن ما همش این رافشخ این کلماتش طلاییه میگه کل بعل اومانوت مخنخ و مکیم دورشن بله اومانوت کما بود میگه حقا دوش برخو ما را مثل خودش کرییت کرده جدن
آدم نگاه بکنه الها آدم لیلمون مها آدما، میگه آدم تو زندگیش باید فوکسش درست باشه، تو بی فوکس هم خسه، و میگه کابدشو بذاره کنار، میگه آدم از زمین، از کره زمین یاد بگیره. شهکل درخی ماله ها، همه رو زمین لگد مالش میکنه و به خل زد اینا نفکت بهش نمیخوره، به قبقبش نمیخوره که چرا دارن روش لگد میزنن، لگد مالش میکنن. الا اوسه اما درخی ماله ها خسته، تازه چیکار میکنه؟ زمینی که انقدر لگد مالش میکنی میوه میده به ما، گل میده به ما، gives and gives. و موتسیا ورام کل تو ال افشم تو میگه میشه مثل حقودش برو خو، حقودش برو خو، انقدر ما میدونیم درب و داغون میکنیم نشما که به ما داده فلان، continues to give, continues to give. این حقودش برو خو مثل زمینه است، right? You step on him and still he gives you. مثل زمین، you step on it and it's as moon in our chism. و میفهمین واسه همین ما هر روز تفیلا میخونیم به نفشی کافر لکل تیه، ها تو لحش میخونیم نفشی کافر لکل تیه، که شده من مثل یک خاک باشم تو تفیلا هست آخر لحش شگم این یدرخو علینو اناشیم، حتی اگر روما هم لگدمالمون هم که میکنن اصلا این کابل بسه همون مطرح نباشه، right? هیتخیفنو به هنگاش کزوت راید میشوم شه یه اودوش و اقادوش بارخو به بریت اولام و اصیت خسد لفیخه، چون اقادوش بارخو هدفش از آفرینش خسد بوده، ما هم باید چکار بکنیم؟ ما هم باید اینو الگوی زندگیمون بکنیم. سو لعصوت خسد که خلی خونتنو و لورک اصیت خسد، اگه این زنگ آخر کلاسه راید سو کشم شب راید سو نه خب بعد از خود کلاس به هر صورت علم خسد یبانه دیس از مضمون پاسخ امروزمون بود که انشالله حالا خانما برو خشم دیابت رافینس که